هیوندای سوناتای جدید 2020 که یک مدل کاملا از نو طراحی شده سدان‌های این کلاس به حساب میاد. این روزها همه بیشتر SUV و کراس اوور می‌خرن، اما اگه تو بازار دنبال یه سدان با این سایز هستید، این ماشین هم موارد عجیب غریب زیاد داره، هم آپشن‌های جالب که یه سرشون هم زیاد جالب نیست البته. پس امروز به بررسی سوناتای 2020 خواهم پرداخت تا ببینیم چه جوریه. اول از همه یکم از تاریخچه این ماشین براتون بگم. این ماشین اولین مدلش برمیگرده به 1989 که وارد آمریکا شد، که یعنی بیش از 30 ساله که تو بازار ماشینه. اما وقتی به مدل سال 2011 میرسیم، در واقع اونجاست که یه جهشی تو فروش این ماشین اتفاق میفته و میشه گفت به یه ماشین خوب و رقیب جدی برای رقبای اصلیش، یعنی کمری و هوندا آکورد تبدیل میشه. و این روند همچنان ادامه داره تا به سوناتای 2020 میرسه که طراحی داخلی و خارجیش کاملا عوض شده و این ششمین نسل سوناتا است که در امریکا به فروش میرسه. قیمت پایه سوناتا 24,000 دلاره، اما اینی که اینجاست یه مدل فول آپشن لیمیتده که قیمت اون چیزی تقریبا بگیم کمتر از 35,000 دلاره. سوناتای 2020 دو مدل های پرفورمنس و هایبرید داره که تا چند ماه آینده به بازار میان، اما در حال حاضر تنها دو گزینه در مورد نوع موتور این سوناتا وجود داره. پس خوب دقت کنین که یکم عجیب غریبه. بله، موتور پایه 4 سیلند با حجم 2500 سیسیه که قدرتش 191 اسبه، یا میتونین یکم بیشتر خرج کنین و موتور 1600 سیسیه توربو شارژ بگیرید که 180 اسب قدرتشه. بله درست شنیدید، موتور گرونتر قدرت کمتری داره که یک نکته عجیب سوناتای جدیده. البته چیزای عجیب دیگه هم هست که استایل ماشینم جز بشونه که الان بهش میرسیم. امروز به بقیه موارد هم میپردازیم، اما اول یه تور کامل توی ماشین داریم که همه موارد جالب و عجیبش رو نشونتون میدم، بعد هم یه دوری با ماشین میزنیم و در آخر بهش یه نمره داگ خواهیم داد. خب بررسی موارد جالب و عجیبش رو با عجیبترین مورد شروع میکنم، یا به زبان دیگه جا به جا کردن ماشین در حالی که بیرون ماشین وایستادین. نگاه کنیم، برای این کار اول باید این دکمه روی سویچ ماشین رو فشار بدین که در واقع همون سویچ روشن کردن از راه دوره که اکثر ماشینای جدید هم دارن. حالا وقتی که ماشین روشن شد، این دکمه رو که در واقع یه فلش روی پی داره رو باید فشار بدین و بعد سوناتای شما شروع به حرکت رو به جلو میکنه. حالا سوال اینجاست که دقیقاً چه کسی به همچین آپشنی احتیاج داره؟ به نظرم سوال واقعاً خوبی هم هست، اما خب مواقعی هست که شاید به کارتون بیاد این آپشن. فرض کنید توی پارکینگ یا جای تنگی پارک کردید که نمیشه راحت سوار ماشین شد، پس کافیه این دکمه رو بزنید و بعد راحت سوار ماشین بشید. البته میشه همین کار رو برای دند عقب هم کرد، که یعنی کافیه دکمه مقابل رو بزنید و ماشین شروع به دند عقب میکنه برای زمانی که بخوای ماشین به سمت عقب بیاد، و تمام این پروسه رو میشه به راحتی با سویچ ماشین انجام داد. بله من داخل ماشین نیستم و به هیچی دست نمیزنم، فقط همونطور که میبینید من هیچ کاری نمیکنم و تنها اینجا وایسادم. خب میدونم این سوال براتون پیش میاد که اگه ماشین بخواد به چیزی برخورد بکنه چی میشه؟ پس بیاید امتحانش کنیم و ببینیم چی میشه. الان دارم دکمه رو به جلو رو میزنم و ماشین داره به جلو حرکت میکنه. وای میستم جلوش؟ وای میسته. سری متوجه میشه و وای میسته. و اگه جلوش وایستم حرکت نمیکنه. حالا اگه برم کنار و دکمه رو دوباره فشار بدم به حرکتش ادامه میده. حالا اگه بخوایم بدونین که چطور میشه این ماشین رو نگه داشت، باید بگم که کافیه دستتون رو از روی دکمه بردارید و تا ماشین بیسته. نگاه کنین به همین سادگی و وای میسته. باید بگم این آپشن روی ماشین های دیگه هم هست، مثل سری ام BMW 760 یا تسلای مدل 3 که خیلی به مراتب از این سوناتای 35,000 دلاری گرونترن، ولی این ماشین این آپشن رو داره که خیلی جالبه. آپشن عجیب دیگه‌ای که این سوناتا داره مربوط به سیستم صوتیشه که در واقع پر از سر و صداهای عجیبه، نه موسیقی و آهنگ، منظورم سر و صداست. برای این کار کافیه به گزینه Sounds of Nature برید که می‌بینید کلی گزینه تو سیستم صوتی ماشین هست که صداهای طبیعت رو داره. اول با گزینه جنگل سرزنده شروع می‌کنید که اینطوریه.
حالا امواج آرام دریاست که این صدا رو میده. حالا یک روز بارانی که این صدا رو میخواد بده. و بعدی صدای یک کافه روباز که خب یه جوری عجیب غریبه ولی اینطوری صدا میده. بعدی صدای یک شومینه گرم که اینطوریه. ولی عجیب ترینشون آخریه که اسمش روستای برفیه. حالا یه روستای برفی چه صدایی میتونه بده؟ احتمالاً یک همچین صدایی. بله، اینم از صدای روستای برفی. به نظرم هدف اینه که اگه دارید رانندگی میکنید و نمیخواید به آهنگ یا به رادیو گوش بدین، میتونین به جاش به این صدای طبیعت گوش بدین و البته به گزینه مورد علاقه من، یعنی همون کافی روباز گوش بدین. خب، آپشن متفاوت دیگه سوناتا دوربین نقطه کور اون ماشینه. نه تنها دوربین های دور ماشین رو دارید که روی دیسپلی ماشین نشون میده، بلکه وقتی راهنمای ماشین رو میزنید یه دوربین روی صفحه کیلومتر نمای از نقطه کور اون سمت رو بهتون نشون میده. یه آپشن خیلی عالی و به درد بخور که میتونه تمام نقاط کور دور و بر ماشین رو کاملا نمایش بده بدون اینکه بخواید سرتون رو تکون بدین یا حواستون از جاده پرت بشه. البته اینم بگم که راهنمای سمت مخالف رو بزنید، سمت دیگه صفحه کیلومتر نقطه کور اون سمت رو بهتون نشون میده. قبلا هم روی دیگر مدل های کیا و هیوندای این آپشن رو نشون داده بودم و واقعا امیدوارم بقیه خودروسازا هم از این الگو پیروی کنن، چون واقعا میزان امنیت رانندگی رو میتونه بالا ببره. خود من هم به شخص زمانی که پشت ماشین خودم میشینم با خودم همیشه میگم ای کاش ماشین منم این آپشن رو داشت. خب، برنامه رو با موردهای عجیب سوناتای دیگه جلو میبریم که مربوط میشه به طراحی جلوی این ماشین. اما اول از همه چراغ جلو، مخصوصا چراغ حرکت در روز. این چراغ نه تنها از زیر چراغ شروع میشه، بلکه روی این خط کاپوت به سمت بالا کشیده میشه تا نیمه کاپوت هم میره و کم 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 رنگ میشه. اما حتی بعدش هم این نوار تا انتهای ماشین همونطور که میبینید ادامه پیدا میکنه و یه جورایی نمونهش رو قبلا ندیده بودم و میشه گفت منحصر به خود سوناتاست. من این ایده رو دوست دارم، مخصوصا تو تاریکی یک چهره منحصر به فرد به سوناتا میده که روی هیچ ماشین دیگه ای نیست و به نظرم هم طرح قشنگه که البته در موردش هم کلی بحث بوده که عجیب ترین بخش طراحیش به حساب میاد. اما به نظر من هیچی عجیب تر از جلوی این ماشین نیست، مخصوصا بخش طراحی و اون هم این جلو پنجره بزرگشه و وقتی به گوشه های اون میرسیم یه جورایی انگار این گوشه ها از ماشین زده بیرون که زیاد روی رنگ های تیره خودشون رو نشون نمیده، اما روی رنگ های روشن مثل دهن گشاد یک ماهی میمونه که نشون میده سونات های جدید تا حدی قربانی افراد در طراحی شده. حالا میرسیم سراغ موتور که همونطور میبینید این ماشین دارای موتور توربوشارژ سمارت استریم جیه. حالا کسی اگه میپرسه سمارت استریم جی چیه؟ کسی نمیدونه. البته خب خیلی هم که این ماشین رو میخرن اصلا براشون مهم نیست که این چی هست، اما خب این ماشین این آپشن رو داره. ما چیزی که خیلی ها براشون مهمه انواع موتورهای ارائه شده است. همونطور که گفتم موتور پایه 2.5 لیتر 4 سیلند با 190 اسب، یا میتونین خب یه مدل بالاتر برید و موتور 1600 سیسی توربو با 180 اسب بگیرید، یعنی قدرت کمتر تو موتور بهتره. البته اینم بگم که موتور جدیدتر گشاور بیشتری داره، یعنی این موتور 180 پوند فیت گشاور میده در حالی که موتور توربو 195 پوند فیت، یعنی موتور توربو با اینکه 10 اسب بهار ضعیف‌تره اما 15 پوند فیت گشاور بیشتری میده که هیوندا هم میگه به همین دلیل اکثرا موتور توربو رو انتخاب میکنن و به نظر من شتاب جفت موتور تقریبا یکی خواهد بود. حالا ممکنه فکر کنین موتور توربو مصرف کمتری از موتور پایه داره. خب چون حجمش هم کمتره، یعنی توربو 1.6 موتور پایه 2.5 لیتر، ولی نه واقعا این واقعیت نیست، یعنی موتور پایه مصرف ترکیبی 174 میسوزونه و موتور توربو 77. پس اگه پول بیشتری میدین برای یه موتور بروزتر، بعد اینو بگم که هم مصرف بیشتری داره هم قدرت کمتر، که واقعا یه نکته
عجیب غریب برای سوناتا به حساب میاد. حالا باز برمیگردیم داخل خودرو تا ببینیم چه خبر. و اولین مورد اینه که سوناتا همیشه بهتون میگه بیرون هوا چطوریه. داخل صفحه کیلومتر و کنار دمای هوا اون وسط وضعیت هوا رو نشون میده که الان دقیقاً هوا یکم غبارآلوده که اینجا هم همین رو میگه. نکته عجیب اینجاست که لازم نیست ماشین بهتون بگه الان هوا چجوریه، چون دارید شما رانندگی میکنید و میتونید بیرون رو ببینید خب هوا چجوریه. اگه پیشبینی هوا بود خب خیلی مفیدتر بود. البته این ایده وضعیت هوا رو به شخص دوست دارم که در کنار دمای هوا و ساعت به راننده اطلاع میده. یک مشکلی که این آپشن داره الان بهش اشاره کردیم اینه که همیشه هم دقیق نیست. برای مثال الان داره توی ماشین رو نشون میده که هوا ابریه، ولی خب شاید یکم تنظیمات دقیق تر قبل از قرار دادن این آپشن احتیاج بود انجام بشه بعد روی ماشین نصب شه. حالا بیایید درباره طراحی داخلی سوناتا صحبت کنیم. یه جورایی دچار چنگانگی شدم. در کل فضای خوبیه، نکات مثبتش هم کم نیست. برای مثال دست راهنما با این برجستگی حس خوبی بهتون میده. ادوات کنترل دمای داخل اتاق کیفیت خوبی دارن. البته نکات منفی هم وجود داره. برای مثال قطعات پلاستیک داشبورد کم نیست و بافت جالبی هم نداره که در مورد فرمون هم صدق میکنه. در واقع طراحی داخلیش ترکیبی از موارد مثبت و منفیه و نمیشه گفت بهترین طراحی و کیفیت توی این کلاس رو داره، اما جایگاه خوبی در کل داره، قابل قبوله. خب حالا چند تا دکمه و کلید جالب توی سوناتا که اولیش دسته دنده است که دیگه شکل یه دسته نیست و به جاش 4 تا دکمه در وسط کنسول شده. در سمت چپ دکمه پی در بالا دنده عقب، در وسط حالت خلاص و در پایین حالت دی رو داریم. خب نکته غیرعادی دیگه ای که اینجا وجود داره دکمه های گرم کن و خنک کننده صندلیه. همونطور که میبینید این وسط در قسمت کنترل دمای اتاق قرارش دادن و این سویچ ها خب به صورت مجزا برای هر سمت وجود داره که اگه دکمه هر سمت رو به بالا فشار بدین صندلی گرم و گرمتر میشه و به صورت معکوس اگر به سمت پایین فشار بدین خب خنک و خنک‌تر میشه. باید بگم که نه تنها هیچ مشکلی نداره بلکه ایده واقعا خوبی و خب چون جای دیگه ای نایده بودم گفتم بد نیست که اینجا بهش اشاره بکنم. خب دکمه بعدی که نظر آدم رو تا حدی جلب میکنه سویچ وضعیت رانندگیه که یکم زیادی بزرگه، حدود 5 سانتی که فکر نمیکنم خیلی هم ازش استفاده بشه. نکته جالبش اینجاست که زمانی که تو حالت اسپورت قرار میدین صفحه کیلومتر به شکل یک انفجار در میاد که حالت اسپورت رو توی سوناتای 180 اسبی بهتون نشون میده. نکته بعدی اینه که صفحه کیلومتر کاملا دیجیتالی شده و هیچ عقربه ای نداره و کاملا میتونست قابلیت تغییرات زیادی رو داشته باشه. البته با اینکه کاملا دیجیتال و یک صفحه بزرگ روبروی شماست و با توجه به اینکه دیگر کمپانی‌ها این آپشن رو به شما میدن تا بتونین آیتم ها رو جابجا بکنید، این آپشن توی سوناتا وجود نداره. نکته بعدی مربوط میشه به ویژگی جالب صفحه کیلومتر که اگه ماشین شما روشن باشه و با کلید شما از ماشین خارج بشید ماشین بعد از 30 دقیقه به صورت اتوماتیک خاموش میشه و به محض خروج شما روی صفحه کیلومتر دقیقاً نشون میده چقدر زمان باقی مونده تا ماشین خاموش بشه. خب مورد بعدی مربوط میشه به سیستم اطلاعات و سرگرمی ماشین که واقعاً کیفیت خوب و عالی داره و درست مثل گوشی موبایل کار میکنه. تسلا اولین بار با همچین سیستمی شروع به کار کرد و دیگه این روزا تقریبا همه خودروسازا این رویه رو دنبال میکنن. همونطور که میبینید سیستم مسیریابیش هم جابجاییش روی صفحه خیلی راحت و درست مثل گوشی تلفن با دو انگشت میشه راحت زوم کرد و همونطور که میبینید زمانی که نقشه رو از مکان فعلیتون حرکت میدین یه خط روی صفحه میاد که دقیقاً فاصله شما رو از مبدأ تا مقصد مورد نظرتون نشون میده که موقع مسافرت واقعاً میتونه مفید باشه این نکته. نکته بعدی اینه که این صفحه نه تنها سریع عمل میکنه بلکه خیلی عملیه. مثلا تو صفحه اصلی 3 قسمت داره که میشه به دلخواه خودتون هم باشه. مثلا الان نقشه، رادیو و وضعیت آب و هوا رو نشون میده. حالا اگه صفحه رو به سمتی بکشید میبینید که کنترل های دیگه قرار دارن که شاید خب کمتر مورد استفاده قرار بگیرن که خیلی استفاده ازشون راحت و میتونه به سرعت انجام بشه این کار. خب حالا یکم در مورد نکات عجیب غریب سیستم اطلاعات و سرگرمی ماشین صحبت کنیم.
اونم موردیه که من واقعا به شخصه تا حالا رو هیچ ماشین دیگه ای ندیدم. خب دارید رانندگی میکنید و شیشه شور شیشه رو میزنید. خب حالا تو ماشینای دیگه اگه تنظیم دریچه هوا طوری باشه که هوای بیرون به داخل اتاق بیاد، در این حالت بوی شیشه شور توی ماشین میشه احساس بشه. اما تو سیستم سرگرمی اطلاعات سوناتا میتونی گزینه ای رو فعال کنید که زمانی که شیشه شور استفاده میشه از ورود هوا به داخل اتاق جلوگیری کنه و اینطوری بوی شیشه شور داخل اتاق نمیاد و اگه شما نکنم بعد از چند ثانی مجددن درچه ها باز میشه. من به شخص همچین تنظیماتی رو قبلا ندیدم و فکر میکنم که چقدر رؤسای هوندا میتونن عصبانی بوده باشن که همچین طراحی رو کردن، اونم برای کاری که شاید 5 بار بیشتر در سال اتفاق نیفته. نمیفهمم منطقشون تو این کار چی بوده. خب ویژگی عجیب بعدی سوناتا فیلتر نور آبیه که میشه از طریق تنظیمات صفحه نمایش نور آبی رو کاهش داد تا زمانی که هوا تاریک میشه چشما کمتر اذیت بشن. در واقع میزان کاهش نور آبی رو خودتون هم میتونین تنظیم کنین که خیلی ویژگی جالبی و من جای جسو مدل های دیگه هیوندا ندیدم، ولی خب احتمالاً خیلی به درد بخوره. خب حالا نوبت صندلی های پشت سوناتا است که مهمترین ویژگی که اینجا به چشم میاد اینه که خیلی جادار. در واقع صندلی جلو رو طوری قرار دارم که خودم میشینم و هنوز این پشت کلی جا برای زانوام هست و فضای بالا سر هم خیلی خوبه که این ویژگی خیلی خوبی برای یه سدان و یه اتومبیل خانوادگی میتونه باشه. به جز فضای باز و جادار بودن پشت سوناتا هیچ ویژگی خاص دیگه ای نداره. تنها شاید بشه به این اشاره کرد که تنها یه جای مجله این پشت وجود داره و اونم پشت صندلی شاگرده که این مورد تو بعضی دیگر از ماشینام دیده میشه که به نظرم اصلا کار جالبی برای کم کردن هزینه توی ماشین نیست، ولی خب بعضی کمپانی این کار میکنه. خب حالا میریم سراغ صندوق عقب سوناتا که یه جورایی هم آزاردهنده است چون هیچ دکمه بازکننده این پشت نداره و هر جایی رو هم چک میکنین خبری از دکمه ای نیست که بخواین در رو باش باز بکنین. اما یه گزینه تو سیستم اینفوتینمنتش هست به نام سمارت ترانک که اگه فعالش کنین زمانی که شما با سویچ به صندوق عقب نزدیک میشید درب رو باز میکنه که من الان میخوام این کار رو براتون انجام بدم که یه چند دقیقه هم این کار رو کردم ولی گویا کار نمیکنه. در واقع برای باز کردن درب صندوق یا میشه از کلید داخل ماشین استفاده کرد یا از دکمه که روی سویچه که اصلا ایدئال نیست. ولی خب زمانی که درب صندوق باز میشه میبینید که یه فضای کاملا عادی و باید بگم بزرگتر از اون چیزی که فکر میکردم و برای یه سدان با سایز متوسط خب کاملا مناسبه. خب چند تا مطلب که شایان به ذکر اینجا و اولیش اینه که چند تا گیره وجود داره که اگر بکشین میتونین صندلی های پشت رو بخوابونین. فقط مشکل اینجاست که این گیرها تنها صندلی رو باز میکنه و برای اینکه بخوابن ابتدا باید گیره رو بکشید و بعد برید داخل اتومبیل و به صورت دستی صندلی ها رو بخوابونین که یه جورایی جالب نیست و بهتر بود صندلی خود به خود به پایین خوابیده میشد. نکته دیگه که جالبه اونم اینه که صندلی زمانی که خوابیده میشه خواهید دید که ورودی صندوق به داخل اتاق کوچیک‌تر از معموله که اکثر ماشین‌ها خب این محدودیت رو کاهش دادن تا بشه اجسام بزرگتری رو راحت‌تر داخل صندوق قرار داد، اما تو سوناتا این مقدار کمی بیش از حد باریک و اصلا جالب نیست به نظرم. نکته عجیب دیگه صندوق عقب مربوط به بسته شدن دربه که منظورم اینجا این نیست که چرا اتوماتیک درب بسته نمیشه، خب انتظاری هم نمیره برای این رنج قیمت ماشین، اما نکته اینجاست که چرا هیچ دستگیره یا دسته ای از سمت داخل نیست که بشه باهاش درب رو بست. پس راهی نیست جز اینکه دستتون رو از بیرون به بدنه بمالید و حالا اگه ماشین کثیف باشه دستتون کثیف میشه و یا اگه ماشین تازه تمیز شده باشه جای دست روش میمونه و این مشکلی بود که به راحتی میشد حل بشه. با همه این حرفا زمانی که درب بسته است من به شخص طراحی پشتش رو دوست دارم، مخصوصا چراغ‌ها که با یه نوار به هم وصل میشن که یه ترند جدید تو ماشین‌های لاکچری به حساب میاد که اگه تو تاریکی هم بهش توجه کنیم می‌بینی که این نوار چراغ روشن میشه و در کل به نظرم طراحی پشت سوناتا به نسبت جلوش خیلی منحصر به فرده. خب این بود ویژگی‌ها و موارد عجیب سوناتای لیمیتد 2020. حالا وقتشه که بزنیم به جاده و ببینیم سواریش چطوریه. خب و ما رسیدیم به بخش رانندگی سوناتا. خب قبل از اینکه شروع بکنم چند تا نکته رو بگم. یکیش موتور انتخابیه که به نظرم خیلی مسخره است که موتور گرونتر توان کمتری داره. البته یه مدل بالاتر که عملکرد بالایی به اسم اندلاین داره با 300 اسب به زودی خواهد اومد. همچنین مدل هایبرید که تا چند ماه دیگه میاد که برای کسایی که دنبال مصرف پایین‌ترن جذاب خواهد بود. پس در واقع موتورهای متنوعی قابل دسترس خواهد بود در آینده. مورد بعدی در مورد رانندگی خودکار
داره که میخوام یکم در موردش صحبت بکنم. این ماشین یه سیستم رانندگی خودکار تقریبا پیچیده‌ای داره که تو سرعت‌های بالا مثل هر ماشین دیگه‌ای که این سیستم رو داره باید حواستون به فرمون باشه، ولی چیزی که دقت کردم تو سرعت‌های پایین و تو ترافیک واقعا عالیه. خودش سرعت رو هماهنگ با ترافیک بالا و پایین میبره، اگه مجبور باشه وای میسته، خودش فرمون میده، که یک سیستم واقعا عالی برای ترافیک‌های سنگینه که خودش گاز بده، ترمز کنه، وایسته، فرمون بده. و به نظرم برای این رنج قیمتی واقعا سیستم قوی و بسیار خوبیه که واقعا باید این نکته رو گفت. از لحاظ تجربه رانندگی بذارید اینطور بگم که هم نکات مثبت داره هم نکات منفی، اما بدترینش به نظرم عملکرد موتوره. یعنی با 35,000 دلار میشه کمری گرفت که 0 تا 100 رو تو 5 خورده‌ای میره، که این ماشین از لحاظ شتابگیری واقعا از اون عدد دوره، یعنی واقعا کنده، مخصوصا تو این بازه قیمتی. هرچند مدل اندلاین بخواد بیاد هم حداقل یک سالی طول میکشه، که این مورد خب در مورد کمری اینطور نیست و همه مدل ها همزمان برای فروش قرار میگیرن، که به نظر من برای این مدل اصلا نکته خوبی نیست. اما نکات مثبت این که خیلی راحت، سواری نرمی داره، صندلی های راحتی داره و کاملا بدن رو در بر میگیره و حس خوبی در کل بهتون میده. نکته دیگه این که این ماشین خیلی بی سر و صداست، مخصوصا برای این بازه قیمتی خیلی عجیب بی صداست، مخصوصا از لحاظ صدای باد که اصلا داخل اتاق نمیاد. کمی صدای لاستیکا میاد که کاملا عادی، نه صدای باد میاد داخل نه صدای بیرون اطراف، که واقعا عالیه. از لحاظ هندلینگ کاملا یه چیز عادی و نرماله، اصلا اسپورت نیست، یعنی حتی تو حالت اسپورت که بذارین خیلی سرعت واکنش دریچه گاز تغییر آنچنانی نمیکنه. در کل خیلی نکات مثبت خوب در مورد این ماشین هست که باید در موردشون صحبت بشه. و این بود هیوندای سوناتای 2020. خیلی زیبا نیست، خیلی سری نیست، ولی ویژگی های خوبی داره و کلی تکنولوژی های جدید میشه توی این ماشین دید و تجربه رانندگی راحت و خوبی رو بهتون میده. از لحاظ قیمتی کاملا مغروم به صرفه است و خب گارانتی معروف و طولانی هیوندا رو هم بهتون خواهد داد. البته کلی ویژگی های عجیب و غریب هم این ماشین داره. اگه من دنبال یه سدان با سایز متوسط بودم، این ماشین حتما جزو انتخاب های من خواهد بود. خب ابتدا با کاتگوری آخر هفته شروع میکنم که اولیش طراحیه، خوبه، میتونست بهتر باشه، پس امتیاز 4 رو میدم. شتاب 0 تا 162 ثانیه است که امتیاز 1 از 10 رو میگیره. هندلینگش برای یه سدان متوسط معمولیه که 4 از 10 رو بهش میدم. فاکتور سرگرمی در واقع این ماشین اصلا نداره و 1 از 10 رو میگیره. و در آخر فاکتور باحال بودن این ماشین که درباره چیز خاصی نیست و یک سدان خانوادگی که امتیاز 1 از 10 رو میگیره، که در این بخش در کل امتیاز 11 از 50 رو میگیره. کاتگوری بعدی مربوط به امکانات روزانه این ماشین میشه که برای امکاناتش امتیاز 9 رو میگیره. در بخش راحتی چیز معمولیه و 6 رو میگیره. کیفیتش خوبه و طراحی داخلیش اوکیه و به خاطر گارانتی خوبه هیوندا امتیاز 7 از 10 رو بهش میدم. کاربردی و عملی بودنش برای یه سدان معمولیه که 6 رو میگیره. در نهایت ارزش خریدش که با توجه به امکانات زیادش و فضای خوب داخلیش امتیاز 7 رو میگیره، که در نهایت امتیاز کلی 35 از 50 رو در این بخش میگیره و در نهایت نمره داگی که بهش تعلق میگیره 46 از 100.